سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. امیر هستم، مدرس زبان انگلیسی. و بچه یه نکته کوچیک بگم و دیگه درس رو شروع بکنیم. ببینید، من چیزایی که دارم به شما یاد میدم بچه ریدینگ نیست، سپیکینگ هست. بنابراین شما مثلا میگم اگر یه بند خدایی از شما این سوال رو میکنه باید بتونید بهش جواب بدید، نه اینکه مثلا میگم خب من تیکر رو خوندیم چیز خاصی هم نداشت. همین که چیز خاصی نداره یه دفعه میبینید توی صحبت کردن اصلا به ذهن شما یه همچین چیزی خطور نمیکنه. بنابراین سعی کنید روش تمرین بکنید و مثلا میگم نشینید توی یه روز 17 تا ویدیو ببینید. این خیلی نکته مهمی بود. بریم سراغ درس. خب بچه، سوال اول این قسمت میشه Would you prefer living in a house or a flat؟ یعنی ترجیح میدی توی یه خونه زندگی کنی یا در یک آپارتمان؟ و در جواب گفته On balance، یعنی به طور کلی، Living in a flat is more convenient and secure. خب حواستون باشه که On balance میشه به طور کلی، میگه زندگی در آپارتمان هم راحت تره هم ایمن تر. On the other hand، دقت کنید the other hand یعنی از طرف دیگه، the maintenance costs of having a house are usually higher. خب در اینجا منظورش اینه که اون حفظ و نگهداری و پایداری داشتن یک خونه معمولاً خرج بیشتری هم داره و اینجا costs منظورش از همون هزینه برداشتنه میاد دیگه. و جواب های ثانویه که ممکنه برای شما اصلی باشه Although most apartments in big cities enjoy modern facilities، خب میگه اگرچه اکثر آپارتمان ها در شهرهای بزرگ، اینجا کلمه enjoy به معنی بهره مند شدنه، میگه برخوردارند از امکانات مدرن، I still prefer living in a house، میگه من همچنان ترجیح میدم که در یک خونه زندگی کنم. In my opinion، یعنی بعقیده من، house living provides more comfort and independence، یعنی زندگی کردن در خونه، منظورم خونه ویلایی هست دیگه، برای شما راحتی و مستقلی بیشتری رو فراهم میکنه. Secondly، یعنی ثانیاً، One of the common problems of flat living is that، میگه یکی از رایج‌ترین مشکلات آپارتمان نشینی اینه که Not all residents of flats consider the rights of other neighbors. خب معنی میشه ساکنین آپارتمان حق و حقوق بقیه رو رعایت نمی‌کنن. بریم سوال بعدی. What is the most important feature that you consider when you choose a house or apartment؟ میگه مهمترین ویژگی که شما موقع انتخاب یک خونه یا یک آپارتمان در نظر میگیرید چیه؟ Well, a house should basically meet the personal needs of the owner. To me, its facilities are the most important of all. خب اینجا در نظر داشته باشید که کلمه meet میشه پاسخ دادن. خب حالا منظورش اینه که یه خونه باید اول پاسخگوی نیازهای شخصی باشه. برای من امکاناتش از بقیه موارد مهمتر هست. مهمترینه دیگه، منظور اینه. Well, personally speaking، یعنی اگه بخوام نظر شخصیم رو بیان کنم، Price is the most important aspect. میگه قیمت مهمترین جنبه یا بُعد برای من هست. However, I consider the things like age, size, style and location. میگه اگرچه من چیزایی رو از این قبیل در نظر میگیرم، مثل سال ساخت، اندازه، مد بودن، شیک بودنش و مکان و موقعیتش. بریم سوال بعدی. Do you live with your parents؟ یعنی آیا با پدر مادرت زندگی میکنی؟ Actually در واقع I used to، یعنی زندگی میکردم، But now I'm living on my own، یعنی تنها زندگی میکنم.
Yes, I do. بله، با پدر مادرم زندگی میکنم. I live with my parents. در واقع همون yes, I do همین منظور رو بچه ها میرسونه. بریم بعدی. خب بچه این سوال همونطور که میبینید هم زیاده هم خیلی مهم. Describe your dream house. یعنی خونه رویاییت رو توصیف کن. Let me think. اجازه بدید فکر کنم. The only thing that comes to my mind is that میگه تنها چیزی که به ذهنم میاد اینه که It would be somewhere on a hillside overlooking a beautiful lake with lots of rooms. خب تنها چیزی که به ذهنش اومده اینه که جایی باشه کنار تپه یا روی شیب تپه مشرف یک دریاچه زیبا با چند تا اتاق. The window of the sitting room would be like a framed painting. خب بچه دقت بکنید would be like برای چیزهایی که ما میخوایم تصور بکنیم که من دوست دارم این شکلی باشه. بنابراین اینجا من باید بگم پنجره اتاق رو دوست دارم مثل یک فریم نقاشی باشه. یه همچین چیزی معنی میشه. بریم جواب بعدی. If I could choose my dream home, یه اگر میتونستم خونه رویاییم رو انتخاب کنم, I would say somewhere out of town. یعنی جایی رو میگفتم خارج از شهر یا خارج از شهرک که town دوتاش معنی میده. منتها همیشه دقت داشته باشید که از سری کوچکتر هست. With a good climate. یه با یه اقلیم و آب و هوای خوب. It would be quite roomy. و دقت کنید که هم رومی درسته هم رومی. With a large yard and the view of mountains. میگه کاملا جادار باشه با یه حیات بزرگ و یه منظری از کوها. A place remote from the noisy cities where you can experience the beauty of nature. میگه جای دور از اون شلوغی ها و سر و صداهای شهر که شما میتونید زیبایی طبیعت رو تجربه کنید. I can't think of anything else now. میگه اصلا به چیز دیگه نمیتونم الان فکر کنم. Well, it should be a rambling. خب بچه rambling house حالا به گفته گوگل که معنیش رو نوشته میشه جایی که پارت های خیلی زیادی داره و معمولا خیلی بزرگ هست. یعنی یه جای بزرگی رو فرا میگیره این شکلی هست که توی گوگل بزنی دقیقا عکساش هم واسه تون میاره. بریم بعدی. Well decorated یعنی خوب تزیین شده باشه. And stylish penthouse یعنی penthouse chic with good facilities in a quiet residential area. میگه با امکاناتی خوب در یک منطقه یا ناحیه مسکونی آروم. Of course البته. I believe home is where the heart is. یه خونه جاییه که دل آدم اونجاست، قلب آدم اونجاست. Describe my dream house. میگه اگه بخوام توصیف بکنم خونه رویاییم رو I should say a country house in an elevated position overlooking a lake. میگه باید بگم یه خونه روستایی که موقعیتش رو بالا ساختند، یعنی مثلا روی شیبی روبه بالا ساخته شده که مشرف باشه به یک دریاچه. اینم از این. خب بچه این جواب رو دیگه من ویدیو طولانی میشه، انشالله دفعه بعدی درس میدم. خب بچه اینم از درس امروز. امیدوارم که این ویدیو هم تونسته باشه در نوع خودش به شما کمک بکنه که انشالله زودتر آیلتستون رو بگیرید و هر هدفی که دارید موفق بشید. خیلی خیلی ممنونم که با من همراه هستید و بچه منتظر کامنتاتون برای بهتر شدن ویدیوها حتما هستم و خیلی خیلی ممنون میشم که این ویدیوها رو به دوستاتونم معرفی کنید و فیلم های پیشنهاد شده در انتهای این ویدیو رو حتما ببینید. تا ویدیوی دیگر بدرود. خدا نگهدار.